سلام دوستان با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستیم و امید این ویدیو با ما باشید و بتونید که از مطالب این کلیپ آموزشی استفاده لازم رو ببرید در این ویدیو با همدیگه بررسی خواهیم کرد که بیماری آس یا تنگی نفس چیه علائم و پیشگیری و درمان آسم رو هم بررسی خواهیم کرد لطفا تا پایان این ویدیو با ما باشید بیماری آسم نوعی از بیماری های ریه بوده که بر مسیر جریان هوا که وظیفه حمل هوا به داخل ریه را بر عهده دارد تاثیر گذاشته باعث نازک شدن و تورم این مسیر شده مخاط این ناحیه را افزایش میدهد و تنفس فرد مبتلا را سخت کرده و وی را دچار تنگی نفس خسخس خس و سرفه می نماید در بعضی از افراد آسم فقط کمی باعث ناراحتی آنها می شود در حالی که در دیگر افراد این بیماری شدید بوده و آنها را دچار مشکلات جدی و همچون هم حملات شدید آسم می کند هرچند درمان کامل بیماری آسم کشف نشده اما میشه با راه های این بیماری رو کنترل کرد و شدت اون رو کم کرد اما حمله آسمی چیست حمله آسمی زمانی است که شخص بیمار آسم بیشتر از همیشه احساس ناراحتی میکند این حملات ناگهانی و با شدت های متفاوت ممکن است رخ دهند در این حملات عضلات دور مسیر جریان هوا صفر شده و باعث باریک شدن این مسیر می شود. در نتیجه مرحله اول هوا کمتری در مسیر هوایی جریان پیدا می کند. التحاب مسیرهای جریان هوا افزایش یافته و باعث باریک شدن بیشتر این مسیر می گردد. مخاط بیشتری در مسیرهای هوایی ترشو شده این مسیرها را بیش از پیش نازکتر می کند. در نتیجه این حمله, این حمله تنفس فرد بسیار سخت شده و یا در بعضی از موارد مسیر هوایی کاملا بسته می شود. مراقبت و رسیدگی فوری در هنگام حملات آسم لازم و ضروری می باشد. اما علائم آسم چیست؟ علائم و نشانه های بیماری آسم هم از نظر شدت و هم از نظر شکل علائمی در بین افراد متفاوت است. ممکن است شما فقط در هنگام ورزش دچار حملات آسمی شده و یا همیشه در خطر این حملات باشید علائم و نشانه های بیماری و حملات آسم شامل زیر است تنگی نفس سف شدن قفسه سینه و یا درد در, در قفسه سینه مشکل در خوابیدن به دلیل تنگی نفس سرفه و یا خسخس همینطور صدای سوت یا خسخس خس هنگام بیرون دادن هوا باز صرفه و خسخس خس که در هنگام سرماخوردگی آنفلانزا و به وسیله ویروس های تنفسی شدیدتر می شوند اما علائمی که نشان می که آس پیشرفته و شدیدتر می شوند به شهر زیر هستند زمانی که علائم ذکر شده در بالا متداولتر و همیشگی شود افزایش مشکل در تنفس و تنگی نفس شدیدتر نیاز به مصرف بیش از حد دستگاه های استنشاقی در بعضی از افراد حمله آسمی در شرایط زیر به بیشترین حد خود می رسد آسم ناشی از ورزش آسم ناشی از کار آسم ناشی از حساسیت حملات شدید آس میتونه زندگی رو تهدید بکنه قبل از دچار شدن به این حملات با پزشکتان برای کنترل و مدیریت این حملات صحبت کرده و هنگام خطر شدید سریعا سریعا به اوژانس تماس بگیرید اما دلایل و حملات آسم چیست هنوز معلوم نیست که چرا بعضی از افراد دچار آسم شده و بعضی دیگر به این شکل مبتلا نمیشوند دانشمندان حدس میزنند ترکیبی از عوامل محیط و وراستی عامل این بیماری باشند عواملی که ممکن است بتواند باعث ابتلا به آسم و حملات آسم می شوند شامل زیرند مواد آلژیزای موجود در هوا افونت های تنفسی از قبیل سرماخوردگی و, و غیره فعالیت های جسمانی در آسم های ناشی از ورزش هوای سرد هوای آلوده و پردود بعضی از داروهای خاص همچون مسدود کننده های بتا، آسپرین، بروفن و ناپروکسن ناراحتی های روحی و استرس سولفیت ها و مواد نگهدارنده موجود در بعضی از غذاها بیماری ریفلکس مده یا ترشی مده و چرخه قاعدگی در بعضی از زنان اما عواملی که خطر آسم رو افزایش میدن چه چیزهایی هستند؟ به نظر میرسد بعضی از عوامل مختلف خطر ابتلای افراد به آسم را افزایش میدهند این عوامل شامل ابتلای حداقل یکی از بستگان خونی به آسم ابتلا به بیماری های آلرژیکی چاق بودن و اضافه وزن سیگار کشیدن و یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار دیگران فرزندان مادرانی که در هنگام بارداری سیگار می کشیدند قرار گرفتن در برابر دود ماشین ها و سایر آلودگی های هوا قرار گرفتن در برابر آلودگی های شغلی و مواد شیمیایی مورد استفاده در بعضی از شغلها. عوارض بیماری آسم می توانند باعث مشکل در خوابیدن، کار و تفریح شما بشن. به علاوه آسم می تونه باعث بستری شدن پی در پی و طولانی مدت شما در بیمارستان شده و همچنین داروهای درمان آسم در بلند مدت می تواند اثراتی بر روی سلامتی بگذاره. حال با همدیگه درمانهای خانگی برای آسم رو بررسی میکنیم. هرچند بیشتر افراد مبتلا به آسم برای درمان و کاهش شدت بیماری از دارو استفاده می کنند اما میشه در کنار مصرف این داروها با رعایت موارد زیر نیز بیماری آسم رو بهبود بخشید این موارد شامل استفاده از دستگاه های تصفیه هوا در خانه و محل کار خود استفاده کنید و همچنین برای جلوگیری از ورود هوای آلوده درز پنجره ها را به خوبی بپوشانید. وسایل خانه و محل, محل کار خود را همیشه گردگیری کرده و از آلوده شدن آنها جلوگیری کنید رطوبت هوا را متعادل کرده و در صورتی که در مکانهای مرتوب و نمناک زندگی می کنید با پزشکتان در این باره صحبت کنید نواهی مختلف همچون حمام، دستشویی و آشپزخانه را از وجود قارچا و باکتری پاک نمایید و همچنین برای حفظ پاکیزگی محل زندگی حداقل در هفته یک بار خانه را تمیز نمایید اگر هوای بیرون از خانه سرد بود با شال یا ماسک بینی و دهان خود را بپوشانید همچنین موارد زیر را به یاد داشته باشید ابتلا به آس به این معنا نیست که شما نمیتونید ورزش کنید ورزش آرام و معتدل با مشورت پزشک میتواند به شما کمک کند در صورتی که چاق هستید به دنبال راههایی برای کاهش وزن بوده و همچنین از وزنی متعادل برخوردار شوید برای حفظ وزن وز و تناسب اندامتان تلاش نمایید یک رژیم غذایی سالم را دنبال کرده و طیف گسترده میوه و سبزیجات مصرف کنید رژیم غذایی منصب با تقویت ریه ها در ارتباط هستند اگر مبتلا به بیماری رفلاکس معده و مری هستید با کنترل خطر ابتلا به آسم را کاهش دهید بسیاری از افراد مبتلا به آسم درست همانند کسانی که دچار ساریر اختلالات مزمن هستند از درمانهای جایگزین استفاده می کنند ها نشان می دهد که حدود 50 درصد از این افراد برخی از درمانهای غیر استفاده می کنند داده ها کمی در اثبات تاثیر بسیاری از این درمان ها وجود دارد. وجود دارد شواهد کافی برای اثبات تاثیر استفاده از ویتامین C وجود ندارد تب سوزنی برای درمان توصیه نمی شود زیرا شواهد کافی در اثبات تایید آن در دست نیست هیچ شواهدی داله بر اینکه دستگاه های یونیزه کننده هوا علائم آسم را بهبود ببخشند و یا باعث عملکرد بهتر ریه شوند وجود ندارد همچنین موضوع در مورد دستگاه های تولید یون مثبت و منفی سقف می کند. شواهد مربوط به اثر بخشی اقدامات لازم برای جلوگیری از پیشرفت آسم اندک است. بعضی از این اقدامات نویدبخش هستند از جمله محدود کردن قرار گرفتن در مرز دود سیگار چه در رحم و چه بعد از زایمان و تغذیه با شیر مادر قرار گرفتن در مرز حیوانات خانگی در دورهای دیگر زندگی بی نتیجه بوده و تنها توصیه علائم آلرژیک به حیوانات خانگی است حیوانات خانگی در خانه نگهداری نشوند محدودیت های رژیم غذایی در دوران بارداری و یا در هنگام تغذیه با شیر مادر موثر نبودند و در نتیجه توصیه نمی‌شوند ممکن است کاهش یا حذف ترکیباتی در محل کار که افراد به آنها حساس هستند موثر باشد دوستان عزیز از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید و امیدواریم که از مطالب این ویدیو استفاده مورد نظر رو برده باشید لطفا کلیپ های ما رو لایک کنید و اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید همیشه شاد و سلامت باشید